اون چیزی که تحت عنوان بسیج تعریف میشه، آقای نقدی گزارش میده که 23 میلیون و 800 هزار نفر عضو بسیجن، یا مسئول بسیج دانشجویی میگه که دانش آموزی میگه که 5 میلیون دانش آموز عضو بسیجن. این جمعیت طبیعتاً اون بسیجی نیستن که حداقل در توصیف من یا ارزیابی آقای قاضیان یا گزارش آقای ویسی بود، چون اون بخشی که سرکوب میکنن متعلق به کاملا یک گروه محدود یا بخش سامان یافته بسیج هستن. در این بخش به نظر میرسه که هم نیروهای حضور دارن که متعلق به بخشای حاشیه‌ای هستن که اینها هم پیوستگی‌های مذهبی سنتی یا ایدئولوژیک با حکومت دارن و هم مناسبات اقتصادی معیشتی برقرار کردن، اما به نظر میرسه در طبقه متوسط به هر حال شهری بخشی، نه همش، یک بخشی که اینها رویکردهای سنتی دارن و بدنه حامی حکومت هستن، هرچند که قطعا اکثریت نیستن و بین مثلا 10 تا 15% هستن. بخشی از این بدنه خودش رو در قالب بسیج تعریف میکنه، همونطور که مثلا پدران اینها ممکنه در سپاه پاسداران باشن، نوجوانان اونها در بسیج دانش آموزی، جوانان اونها در بسیج، و اونجاییست که اینها طبیعتاً حاضرن اسلحه به دست بگیرن و مقابل سیستم مقابل مخالفان حکومت بایستن. من یه نکته رو هم به عنوان یه خاطره اشاره کنم که در یکی از بازجویی‌های خود من در سال 80 سربازجو تاکید میکرد که شما اگر قرار باشه که این سیستم رو تغییر بدین، مطمئن باش که من و پسرم مقابل شما میایستیم. این بخشی از به نظر من رونمایی از بسیج هستش که نشون میده که به هر حال کسانی که خانواده اونها شکل گرفته میتونن یک پشتوانه هایی باشن برای این بخش سرکوبگر، هرچند که به هر حال شکاف میان فرزندان و پدران در همین حوزه گفتمانی هم رخ داده و قابل انکار نیست.